فقط خبر. شکایت تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از رهبر و سایر مقام‌های ایرانی. وزیر خارجه ایران گفته فردی که به این هواپیما شلیک کرد بازداشت شده. افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا به 41 نفر، 56 میلیون نفر در قرنطینه. رئیس جمهوری چین میگوید شرایط کشورش وخیم است. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، استقلال و شهر خودرو در امارات به دنبال صعود. و عذرخواهی بنیاد رودکی به خاطر جنجال در اجرای ارکستر سمفونیک تهران. بردیا کیارست به عنوان رهبر مهمان معرفی شد. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. کانادا خواهان مشارکت بیشتر در تحقیقات مربوط به فاجعه هواپیمای اوکراینی شده. مقام‌های کانادا گفتند تهران به آنها وعده دسترسی به اطلاعات و صداهای ضبط شده هواپیما را داده، اما به گفته آنها به همکاری بیشتری از سوی ایران نیاز است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به نشریه اشپیگل گفته فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داده بود در بازداشت است. همزمان یکی از بستگان پونه گرجی از کشته شدگان پرواز 257 اوکراین که با موشک سپاه پاسداران در ایران ساقط شد خبر داده که بعضی از خانواده‌های قربانیان این پرواز به طور دست جمعی در این رابطه شکایتی را تنظیم کردند. پونه گرجی و آرش پورزرابی برای برگزاری جشن عروسیشان به ایران سفر کرده بودند و هر دو فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه آلبرتای کانادا بودند. در بخش قبلی خبر از بهمن کلباسی همکارم درباره جزئیات بیشتر این شکایت پرسیدیم. شکایتی که شده در دادگاه عالی آنتریو مطرح شده، هم از رهبر جمهوری اسلامی، هم از فرماندهان سپاه، هم مسئولان به اصطلاح فرماندهی هوافضا، و این مجموعه مقام‌هایی هستند که از دید خانواده باید پاسخگو باشند. دفعه اولی نیست که شکایت‌های این چنینی در دادگاه کانادا مطرح میشه، به خصوص وقتی که چند سال قبل در دولت پیشین کانادا قوانین طوری تغییر کرد که کشورهایی که از دید دولت کانادا حمایت میکنن از تروریسم، به بعضی از به اصطلاح امنیتی که دارن در برابر اینجور شکایت‌ها ازشون سلب میشه و در نتیجه میتونن افراد ازشون در دادگاه شکایت طرح کنن، دعاوی رو ببرن. و یکی دو مورد هم به نتیجه رسید، از جمله اینکه منجر شد به اینکه ساختمان فرهنگی ایران در اوتاوا پایتخت کانادا همین چند ماه پیش مصادره بشه، به فروش برسه به نفع کسانی که شکایت کرده بودن. البته این اول راه، ممکن است که طرف ایرانی، مقام های ایرانی بیان در دادگاه دفاع بکنن. در مواردی گذشته بوده که نکرده بودن دفاع و کار شکایت رو راحت تر میکرد، ولی باید دید که در مسیر این شکایت آیا از خودشون دفاع میکنن یا نه. ولی به هر حال یک گامی است برای اینکه دست کم از نظر نمادین و شاید هم از نظر مالی بتونن یه خسارتی از دولت ایران بگیرن به خاطر اون اتفاقی که رخ داده. امین کرباسی بود که توضیح میداد در مورد شکایتی که بستگان پرواز 752 اوکراینی از کشته شدگان اون پرواز در واقع در کانادا دارن تلاش میکنن که انجام بدن. اما همزمان در مصاحبه‌ای که وزیر خارجه ایران با اشپیکل داشته، او با از مذاکره با آمریکا هم صحبت کرده و گفته این احتمال وجود داره. محمد جواد ظریف به نشریه اشپیگل آلمان گفته حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا مذاکره ممکن است، اما شرط آن را تغییر رویه آمریکا و برداشتن تحریم‌ها عنوان کرد. آقای ظریف همچنین گفت اگر تحریم‌های سازمان ملل بازگردد، ایران اقدامات مختلفی از جمله خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بررسی خواهد کرد.
در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمدید زمان مکانیزم حل اختلاف در توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. در بیانیه‌ای در این مورد آمده با وجود اختلاف روش‌ها سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق دارند که به زمان بیشتری نیاز است. این سه کشور اروپایی حدود یک هفته پیش ایران را متهم کردند که تعهداتش در توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده و به همین دلیل مکانیزم حل اختلاف در برجام را به جریان انداختند. در سیستان و بلوچستان 5 مسیر ارتباطی به دلیل سیل از شب گذشته بسته شده. عباس علی ارجمندی مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفته تلاش نیروهای راهداری و پلیس راه برای بازگشایی راه‌ها ادامه دارد. او میزان خسارت‌های سیل این استان را که حدود 2 هفته پیش اتفاق افتاد حدود 3300 میلیارد تومان اعلام کرده. به گفته آقای ارجمندی 1542 روستا در جنوب سیستان و بلوچستان درگیر سیلاب بودند. گزارشگران در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت نابسامان زندگی افراد این منطقه خبر دادند. ایران فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی را به تنهایی تکمیل می‌کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته با توجه به اینکه شرکت CNPC چین و توتال فرانسه کاملا از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی خارج شدند، این کار به شرکت پتروپارس سپرده شده. آقای زنگنه با بیان اینکه پتروپارس فقط توانایی توسعه واحد اول این میدان گازی را دارد، گفت به لحاظ تکنولوژی و طراحی فعلا امکان توسعه واحد دوم وجود ندارد. رئیس کانون سردفتران از اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور خبر داده. علی مظفری به خبرگزاری ایسنا گفته سهمیه مجاز ثبت طلاق در هر دفتر به تفکیک استانها تعیین شده و برای هر دفتر در تهران 182 مورد طلاق در سال در نظر گرفته شده. و همچنین گفته دفاتر اجازه ثبت طلاق بیش از سهمیه تعیین شده را ندارند. آمار رسمی حاکی از افزایش میزان طلاق در سالهای اخیر در ایران است. مرکز رسانه قوه قضاییه گفته این طرح برای تأمین نظر رهبر ایران در کاهش عوامل طلاق اجرا می شود. به دنبال شیوع ویروس کرونا، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میگوید شیوع این ویروس سریع‌تر شده و کشور در شرایط وخیمی قرار گرفته. در ووهان، شهری که مرکز اصلی شیوع این ویروس است، پلیس تردد ماشین‌ها را محدود کرده. در هنگ کنگ هم وضعیت اضطراری اعلام شده. تعداد مبتلایان در چین حدود 1300 مورد گزارش شده که 41 نفرشان جانشون را از دست دادند. به گروهی از خبرنگاران بی بی سی هم که تازه وارد ووهان شدند گفته شده که نمیتوانند اونجا رو ترک بکنند. مهدی بگی گزارش میده. ووهان مثل شهر ارواح شده. در خروجی شهر پلیس ماشین شهروندانی را که قصد خروج دارند باز میگرداند. هیچ کس اجازه رفتن و یا آمدن ندارد. سال نوست. مردم به جای جشن و شادی و مسافرت در شهر قرنطینه شدند. 11 میلیون نفر. باید بمانند، ماسک بزنند و مراقب باشند که ویروس نگیرند. تردد ماشین ها محدود شده. کسی نیست که حتی این پرستار را که تازه وارد شهر شده به بیمارستان برساند. بیمارستان‌ها دیگر جا برای پذیرش بیماران جدید ندارند. در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود خدمه بیمارستان‌ها از فشار کار به گریه افتادند. ویروس آنقدر کشنده و خطرناک است که اینجا پزشکان برای پرهیز از آلودگی از طریق بیسیم با بیماران گفتگو می‌کنند. بدتر از همه این که هیچ کس نمی‌داند تا کی باید به این وضع ادامه داد. از دیروز 13 شهر در قرنطینه کامل قرار گرفتند. در پکن بسیاری از مکان‌های گردشگری تعطیل شدند. مقام‌ها از کسانی که از ووهان آمدند خواستند تا 2 هفته در خانه بمانند تا ویروس کنترل شود. سعی می‌کنیم تا اونجایی که می‌تونیم از خانه بیرون نریم و تو خونه تهویه مناسب داشته باشیم. همه موضوع رو جدی گرفتن. حمل و نقل در استان هوبی که حدود 60 میلیون نفر جمعیت دارد محدود شده. با این حال ویروس از چین خارج شده و به کشورهای دیگر رفته. اینجا در نپال امروز مقام ها اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا را تایید کردند. نخست وزیر استرالیا هم امروز اولین موارد ابتلا در این کشور را تایید کرد. موارد ابتلا در کشورهای دیگر هم گزارش شده.
از جمله در ژاپن، تایلند، سنگاپور، ویتنام، تایوان، کره جنوبی و آمریکا. مواردی هم در فرانسه گزارش شده. بریتانیا و کانادا هم دارند چند مورد مشکوک را بررسی می کنند. در چین، این خدمه پزشکی ارتش از مرخصی سال نو گذشتند و داوطلب شدند تا برای کمک به ووهان بروند. تلویزیون ملی جشن سال نو را با اجرای حماسی در مورد ووهان آغاز کرد. مجری ها به مردم ووهان اطمینان می دهند که حزب کمونیست حاکم چین از آنها حمایت می کند. می گویند ویروس را قرنطینه کنید و نه عشق را. حرف قشنگی است، اما کرونا تب و سرفه و تنگی نفس شدید می آورد و عشق را نمی فهمد. مهدی بیگی، بی بی سی. امیر، دانشجوی ایرانی ساکن شهر ووهان رو روی خط تلفن الان داریم. امیر، کمی از وضعیت خودتون به ما بگو، اونجا چه گذشته در چند روز گذشته؟ درود بر شما. من ساکن ووهان هستم، دانشجو هستم و شرایط که خیلی خوب پیش نمیره. درسته که ووهان و چین این چند روزه جزو بولد اخبار بولد بوده در رسانه های ایران و رسانه های خارج، ولی خب کسی تا بال به فکر دانشجوها و کسایی که اینجا بودن، خارجی هایی که اینجا بودن نبوده و من شما تشکر میکنم بابت این قضیه. ما نمیدونستیم که در ووهان ایرانی هم هست. خیلی هم خوشحالیم که تو رو پیدا کردیم، ولی تو شرایط خوبی الان نباید داشته باشی. والا در ووهان حدود 200 دانشجو ایرانی هستن که به خاطر تعطیلات برگشتن به ایران. تقریبا نصفشون و حدود 50-60 نفر همچنان در ووهان هستن، به علاوه هزاران دانشجو خارجی دیگه که اینجا هستن. شرایط یه هیستوری اگه بخوام بهتون بدم، وقتی که بیماری شروع شد دولت اطلاع رسانی کرد در مورد نحوه بیماری، جلوگیری، و شرایط از جایی یه مقداری بغرن شد که اولین مورد انتقال انسان به انسان تایید شد و از اون به بعد بود که دولت چین کار بسیار خوبی که کرد، شروع کرد قرنطینه کردن، شهر ووهان قرنطینه کرد. اطلاع رسانی به ما دیر کردن، ما میتونستیم زودتر از چین خارج بشیم، ولی خب این قرنطینه باعث شد که بیماری به شهرهای دیگه کمتر نفوذ کنه و الان در ووهان 400 نفر حدوداً این بیماری رو دارن. الان خود شما برای اینکه ایمن باشی در برابر این بیماری چه می‌کنی؟ در حال حاضر من حدود 4-5 روزه که اصلا از خونه خارج نشدم. کلاً یه جو بسیار ترسناکی توی شهر ووهان، هیچ کس توی خیابونا نیست. این شهر 3 منطقه داره به اسم هانکو، ووچانگ و هانیانگ. مناطق دسترسیش به هم قطع شده، یعنی کسایی که اون قسمت شهر خونهشون بوده برای کاری قسمت دیگه شهر بودن، الان نمیتونن برگردن خونه، مجبور شدن برن هتل. کسایی بودن که بلیط داشتن میخواستن برگردن کشورشون، از ووهان نمیتونن خارج بشن و مجبور شدن اینجا بمونن. یک سری کشورها از طریق سفارتشون در حال رایزنی هستن، دانشجوها رجیستر کردن، مثل عراق، مراکش، پاکستان، مثل ترکیه، قرار اینا رو خارج بکنن و برشون بلیط تهیه کنن برگردن کشورشون. حتی امریکا من شنیدم که میخواد هواپیما چارتر کنه برای اتباعش. و یک مقداری مشکل عمده‌ای که ما الان داریم بیماری نیست، مشکل اینه که توی شهر همه جا بسته است، به هیچی دسترسی نداریم. خیلی ها تو خونه هاشون هستن، 3-4 روز غذا ندارن. برای تامین غذا چه کرده اید؟ برای تامین غذا این موضوع متاسفانه همزمان شد با سال نو چینی و فروشگاه همه تعطیل. اونایی که از قبل غذا داشتن از اون دارن استفاده میکنن، یه عده نداشتن. بچه ها دانشجوهایی که داخل ووهان هستن با سفارت تماس گرفتن چندین مرتبه، اونا هم یک فرد رو به عنوان داوطلب مشخص کردن که بتونه یه بسته ای پکیجی تهیه کنه و برسونه به بچه ها، به خاطر اینکه ورودی خروجی شهر مسدوده، از شهرهای دیگه بسته پستی نمیاد، فرودگاه ها بسته است، راهن بسته است و ما نمیتونیم حتی از شهر خارج بشیم، حتی به مناطق داخل شهر بریم. و
این باعث شده که خیلی مشکل بزرگی برای ما پیش بیاد. و ولی خب در مورد خود بیماری تا حالا هیچ موردی از بچه های ایرانی حتی احساس این که این بیماری بهش دست دادن نکرده و خدا رو شکر همه در سلامت کاملا در حال حاضر. ممنونم از تو امیر و امیدوارم که این شرایط زودتر پایان پیدا بکنه. امیر دانشجوی ایرانی ساکن شهر ووهان روی خط تلفن بود. اما در ایران هم فرودگاه امام خمینی تهران برای مقابله با نسل جدید ویروس کرونا اعلام آمادگی کرده. حسن خوشخو معاون بهره‌برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفته نیرو و تجهیزات لازم برای کنترل ورود مبتلایان به ایران در فرودگاه مستقر شده. او گفته همه مسافران و کادر پروازی که از مبدأ چین و کشورهای شرق آسیا وارد ایران می‌شوند به صورت یک به یک کنترل شده و در صورت مشاهده علائم بیماری ویروس کرونا در آنها به صورت قرنطینه به مراکز درمانی منتقل می‌شوند. پیشتر نماینده همدان در مجلس از حضور گردشگران چینی در این شهر ابراز نگرانی کرده بود. به میانه برنامه رسیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. دولت ایران از بازداشت فردی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده خبر داده و همزمان تعدادی از خانواده‌های قربانیان در کانادا از رهبر و دیگر مقام‌های ایرانی شکایت کردند. در حالی که 41 نفر در چین به خاطر ابتلا به ویروس کرونا کشته شدند، رئیس جمهوری این کشور میگوید کشور در شرایط بحرانی است. در ادامه برنامه. اجرای بدون رهبر در ارکستر سمفونیک تهران جنجالی شد. دو نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا برای رسیدن به دور بعدی مرحله پلی‌آف در امارات به زمین رفتند. در دبی استقلال تهران با الکویت کویت روبرو شده که تا اینجا گلی از دروازه ها نگذشته. در شهر شارجه هم شهر خودرو با الرفاع بحرین بازی میکنه که اون بازی هم بدون گل در جریان هست. مدیران تیم‌های ایرانی قبلا اعلام کرده بودند تحت هیچ شرایطی خارج از خاک ایران حاضر به بازی کردن نیستند. هرچند در پایان پذیرفتند تا در این مرحله امتیاز میزبانی را واگذار بکنند. پویا جعفره همکارم که خبر رو دنبال کرده اینجا با من هست. پویا، خیلی جنجالی شده بود این مسئله میزبانی. بالاخره حداقل این دو بازی مشخصا دیگه داره خارج از ایران برگزار میشه. داره برگزار میشه. الان من قبل از همه چیز خبر رو هم به روز بکنم که شهر خودرو گل اول مسابقه رو زده. محمدرضا خلعت‌بری بازیکن با سابقه اسپانی شهر خودرو تونسته که گل اول بزنه و یکی جلو افتاده شهر خودرو. ولی واقعا اصلا یک هفته استثنائیه، یعنی اگه که بخوایم مرور بکنیم اتفاقاتی که تو هفته گذشته اتفاق افتاد، حجم مصاحبه هایی که شده، فکر میکنم هر کدوم از این مدیران باشگاه حداقل 10-15 بار اومدن جلوی دوربین در مورد مسائل مختلف صحبت کردن. بعضی از اوقات حرفایی که زدن رو 180 درجه تغییر موضع دادن، یعنی اون چیزی که اول میگفتن که تحت هیچ عنوان براشون پذیرفتنی نیستش که بازی بکنن خارج خاک ایران، که خب الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم تو همین لحظه این دو تا تیم دارن خارج خاک ایران بازی میکنن. و خلاصه جنجال بزرگی بودش این ماجرا. میتونست داستان طور دیگه باشه. من نگاه میکردم الان واقعا این دوتا مسابقه ایران توی این روز شنبه که مسابقات اروپایی هم هست گم شد و این دوتا تیم واقعا فرصت بهتری رو داشتن که بتونن بهتر از این خودشون رو برای این مسابقه آماده بکنن. و اینکه امارات به عنوان کشور جایگزین برای اینکه میزبانی بکنه از این مسابقات معرفی شد، چقدر مسئولان ایرانی از این مسئله راضی بودن که یعنی امارات کشوری باشه که میزبان باشه؟ اصلا مسئله اینه که ایرانی ها نمیتونن ناراضی باشن، به خاطر اینکه اون مهلتی رو که داشتن برای اینکه اعلام بکنن که کشور سالس کجا هست رو از دست دادن. وقتی که از دست دادن به راحتی میتونستن قطر رو اعلام بکنن. خودمون دیدیم که توی مصاحبه فرهاد مجیدی گفته بود که ترجیح استقلال موتی در قطر بازی بکنن. الان بحث یکی از دو تا مسابقه رو تلویزیون ایران پخش نمیکنه، بازی شهر خودرو رو هیچ کس نمیبینه هنوز. و مسئله دیگه اینه که اگر که در قطر بازی ها برگزار میشد، میتونستن حتی بحث بخش مالی داستان، پخش تلویزیونیش رو شبکه الکاس به عهده میگرفت، خیلی کار رو آسان تر میکرد. و یک صحبت کوچولویی هم مطرح شده بود در مورد اینکه ممکن بود که تیم بحرینی نخوان که بیان به قطر، ولی فراموش نکنیم که همین یه ماه و نیم پیش در
مسابقات کشورهای عربی خلیج فارس بحرین تیم ملیش به قطر مسافرت کرده بود، بنابراین ایرانی ها میتونستن پیش دستی بکنن، یعنی که در نهایت رفتن به مالزی و برگشتن و میگن که بازی های دور برگشت تضمین شده، ولی که مسئله اینجاست که اگر که شما خودتون در تورنمنت حضور نداشته باشید که حالا تضمین بکنن یا نکنن، یعنی که اول باید مطمئن بشن که این تیم ها در تورنمنت حضور پیدا میکنن، بعدن بیان بحث بکنن سر اینکه مسابقات در کجا انجام میشه. پویا وقت زیادی نداریم، تو بازی ها رو توی این چند دقیقه گذشته در نیمه اول دیدی، کمی به اون بگو بازی چطور داره پیش میره. بچه تو همین فاصله من داشتم صحبت میکردم، استقلالم یه گل زده یکی جلو افتاده، به نظر میاد که از نظر فنی همیشه این دو تا تیم قوی تر بودن از حریفای بحرینی و کویتی خودشون، انتظار ما این بود که بتونن این مرحله رو راحت پشت سر بذارن، واقعا کار بزرگتر دور بعدیه که با تیم های قطری بازی میکنن، البته این دو تا بازی هم تمام نشده، باید ببینیم که به کجا میرسه، اما من بازی استقلال که نگاه میکردم به نسبت سرتر هستن از حریف کویتی خودشون و به نظر میرسه که بتونن این بازی رو با برد پشت سر بذارن. ممنون ازت پویا اضافه همکارم جهزو. زلزله ای به بزرگی 6.8 در ترکیه دست کم جان 22 نفر را گرفت و بیش از 1000 مجروح به جا گذاشت. مرکز زلزله در شرق ترکیه در استان الزیق بود و در ایران، عراق، سوریه و لبنان هم احساس شد. بر اثر این زلزله برخی ساختمان ها فرو ریختند و هنوز شماری زیر آوار هستند. پرهام قبادی گذاشت. لحظه نجات زنی از زیر آوار بعد از زلزله در ترکیه. تا حال بیش از 1000 نفر در این بلای طبیعی مجروح شدند و جستجوی امدادگران در ویرانه هایی که زلزله به جا گذاشته. زلزله ساعت 9 دیشب به وقت محلی رخ داد و عملیات امداد از آن موقع در جریان است. تصاویر هوایی بخشی از این خرابی را در شرق ترکیه نشان می دهد، ساختمان هایی که به کلی فرو ریخته. وزیر کشور ترکیه میگوید هنوز افرادی زیر آوار هستند. از زمان وقوع زلزله 39 نفر را از زیر آوار زنده بیرون کشیدیم. طبق برآورد ما هنوز 22 نفر زیر آوار گیر کردند. و این لحظه وقوع زلزله است. لحظه ای که در یک برنامه تلویزیونی هم ثبت شد. و مردمی که از ترس سراسیمه به خیابان‌ها آمدند. مرکز زلزله در استان الازیق در شرق ترکیه بود با بزرگی 6.8 که در ایران، عراق، سوریه و لبنان هم احساس شد. مرکز مدیریت بحران ترکیه از اهالی مناطق آسیب دیده خواسته به بناهای نیمه تخریب شده برنگردند، چون در صورت وقوع پس لرزه احتمال ریزش آنها وجود دارد. پس لرزه هایی که تا به حال بیش از 270 مورد آن ثبت شده. استان الازیغ نسبت به سایر استانهای ترکیه جمعیتی کمتر و پراکنده تر دارد و به همین خاطر مشخص شدن تعداد واقعی تلفات بیشتر زمان میبرد. اینجا یک روستا در استان الازیغ و این سقف هایی که بر سر ساکنان این روستا آوار شد. من با زن و 4 بچه‌ام بودم. خوشبختانه اتفاقی برای ما نیفتاد، اما همسایه هامون تلفات داشتن. ما بلافاصله دویدیم بیرون و با هر چی دم دست داشتیم کمکشون کردیم. افراد مجروح رو از زیر آوار بیرون کشیدیم. معلوم نشد چه بلایی سر دو نفرشون اومد. بردنشون. ترکیه روی نوار زلزله خیز قرار دارد. حدود 20 سال پیش یک زلزله در غرب این کشور و در شهر ساحلی ازمیت جان 17000 نفر را گرفت. با اتکا به چنین تجربه هایی است که ترکیه میگوید میتواند از پس این زلزله بدون کمک های بین المللی بر بیاید. پرهام قبادی، بی بی سی. بنیاد رودکی در اطلاعیه از اتفاقاتی که روز پنجشنبه در کنسرت ارکستر سمفونیک تهران افتاد عذرخواهی کرده. در اطلاعیه بنیاد رودکی آمده شهرداد روحانی، رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران، به دلیل بیماری در مرخصی است و اظهارات آقای صحبایی خارج از شرح فعالیت رهبر مهمان بوده. منوچهر صحبایی، رهبر مهمان ارکستر سمفونیک، علیه شهرداد روحانی حرفایی زده بود که با واکنش نوازندگان و حضار مواجه شد. اعتراض ها و نارامی هایی که اتفاق افتاد باعث شد بخشی از اجرای ارکستر سمفونیک بدون رهبر انجام شود. بنیاد رودکی اعلام کرده که بردیا کیارس به عنوان رهبر مهمان
اجرای بعدی رو رهبری میکنه. هومن خلدبری با ماست، رهبر ارکستر و رهبر اپرا از شهر گراتس در اتریش. آقای خلدبری خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. اتفاقات ناگواری افتاد در طول این کنسرت که کم و بیش در کنسرت های موسیقی این چنینی کمتر دیده میشه. سلام منم داشته باشین از اینجا از راه دور، اولا به شما قربان و همه بینندگان این برنامه. بله متاسفانه اتفاق خیلی خوشایندی نبود و من یکی دو بار در کامنت های مختلفی در حقیقت کامنت گذاشتم در صفحات عمومی که به نظر من این برنامه سه تا مشکل داشت، یعنی سه تا گروه ایراد داشتن و من بدون هیچ نگهداری و هیچ رودرواسی و هیچ چیزی برای اینکه کاری هم با ایران در حقیقت در حال حاضر نیست ندارم، اینه که رودرواسی هم ندارم و همیشه سعی کردم حقیقت رو بگم. این سه تا داستان، اولش این بود که آقای روحانی اشتباه کرد، این درش هیچ شکی نیست، خودمونتون برم آقای روحانی به هر دلیل که حالا من اصلا نمیخوام دیتیلز و جزئیاتشو بگم، یا به حال جنگ ایران و امریکا یا به خاطر مریضی یا به خاطر هر چیزی، ناگهان و بدون دلیل، بدون خبر مدیریت ارکستر و چیز، تهران رو ترک کردن. این مسئله قربونتون برم حرف من، در حقیقت 100 نفر آدم تو اون ارکستر سمفونیک نشستن، با افراد مختلفی اونجا کار میکنن، امروز روز نمیشه چیزی رو قایم کرد قربون، میدونین، و این مسئله رو همه دیدن، همه به همدیگه خبر دادن، ساعت 9 صبح ارکستر کوک کرده نشسته و آقای روحانی نیومده و همه مطلع شدن که ایشون شب گذشته تهران رو ترک کرد. حالا به هر دلیل دوباره الان بنیاد رودکی میگه که ایشون به دلیل بیماری ترک کردن. دلیل دومتون رو بفرمایید. حالا همین دومیش همینه که شما الان گفتید، دومیش اینه که بنیاد رودکی به آقای روحانی به نظر من دیکته کردن که شما این دلیل رو بنویس. این حرف درست نیست و بنیاد رودکی داره کار نادرستی میکنه، یعنی یه دونه دروغ روی دروغ، و این اصلا در حال حاضر کار مناسبی نیست که بگو آقا من سالم هستم و به خاطر یهو مثلا ناسالم شدم و فردا صبح تهران قربونتون هم لس آنجلس. با همه این صحبت ها آیا واقعا میشد انتظار داشت که رهبر مهمان در حال آقای صحبایی که کار رو بر عهده گرفته بود صحبتی علیه کسی بکنه که دقیقاً سوم هم همینه؟ دقیقا شما زدی به نقطه. دلیل سوم و ایراد سوم هم بعد از اشتباه بنیاد، یعنی اطلاعات و روابط عمومی و مدیران و همه این حرفا، آقای صحباییه. آقای صحبایی هم نباید قربونتون برم، آقای صحبایی از روز اول پروباها و تمرینا توی صحنه با ارکستر شروع کرده به این مسائل رو مطرح کردن، من خبر مستقیم دارم قربون. و این داستان رو شب اجرا هم به مردم و پوبلیک در حقیقت داده و دو مرتبه تکرار کرده، یعنی دو بار اشتباه. ببینید قربون، هر ایرادی، هر اشتباه، هر صحبتی در حقیقت آقای روحانی ارکستر رو ترک کردن برگشتن لس آنجلس به هر دلیل اصلا مهم نیست، آقای صحبایی که اولا مریض بوده، از اتاق عمل جراحی کرده بودن، نمیدونم بیمارستان بوده، همه این حرفا، آقای صحبایی خیلی راحت میتونسته به آقای سهرابی مدیر ارکستر ها بگه آقا من نمیام، من مریضم نمیام، جراحی کردم نمیام. ولی وقتی که قبول میکنه و میاد به هر دلیل، باید دیگه پای داستان باشه. یعنی این که آقای روحانی اینجوری کرده، آقای روحانی فرار کرد و گروه اجرا کرد، به هر حال بخش دوم رو آمد و اجرا کرد بدون رهبر، چقدر اون سابقه داره؟ ببینی قربونتونم، داستان اینجوری بوده که اون به ناراحتی های و صحبت هایی که آقای صحبایی اومده به مردم گفته، از سمت مردم هم جواب داشته، بعضی از دوستان یعنی علاقمندان آقای روحانی جواب دادن، علاقمندان آقای صحبایی هم گفتن کار اشتباهی کرد، یعنی به ناآرامی پیش اومده. به هر حال قسمت اول کنسرت رو انجام دادن و در قسمت دوم در آنتراک در